با درود و وقت بخیر به سرویس خبری این ساعت از هزار ورلد با من ریحانه رابی و همکارم منیر صمدی خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها: تهدید و طعنه دادن طالبان توسط اسلام آباد. جنگ کودکان در لغمان منجر به کشته شدن یک مرد شد. مقام ایرانی از توافق با طالبان برای راه اندازی یک گذرگاه مرزی جدید خبر داد. طالبان یک خبرنگار را در کابل بازداشت کردند. فرد شمار اول نیروی قدس ایران ناپدید است. در 24 ساعت حزب الله 3 بار حملات موشکی بر اسرائیل انجام داد. مشروع خبرها: وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر طالبان در مورد اعتراضات در اسلام آباد گفته است که این گروه به جای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر باید به مشکلات داخلی خود تمرکز کند. این وزارت روز دوشنبه 16 میزان با نشر بیانیه اظهارات روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان را بیهوده خوانده است. بر اساس بیانیه، طالبان باید با تشکیل دولت فراگیر و تامین حقوق زنان و دختران افغان توجه کنند. در بیانیه آمده است: طالبان باید به ایجاد دولت فراگیر اولویت دهند و همچنان پاسخگوی نیازها و خواسته های افغانها از جمله حق تحصیل زنان و دختران باشند، نه اینکه حقوق آنها را با تفسیر نادرست از دین نقض کنند. منابع محلی در لغمان از کشته شدن یک مرد در پی درگیری دو خانواده بر سر کودکان در این ولایت خبر دادند. منابع روز دوشنبه 16 میزان به هزاره ولد گفتند که این رویداد روز گذشته در دره سایگل ولسوالی الیشنگ رخ داده است. به گفته منابع، این مرد گل محمد نام داشت و با ضرب گلوله کشته شد. فرماندهی امنی طالبان در لغمان نیز این رویداد را تایید کرده است. بر اساس اطلاعات، جنگجوی طالبان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده اند. محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان ایران خبر داد که در دیدار با مقامهای طالبان برای راه اندازی یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد به توافق رسیده است. این مقام ایرانی با دعوت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، به کابل سفر کرده بود. محمد کرمی گفته است که تجارت میان جمهوری اسلامی و طالبان در آینده نزدیک به طور قابل توجهی تقویت خواهد شد. استاندار سیستان و بلوچستان ایران روز یکشنبه 15 میزان به خبرگزاری ارنا درباره سفرش به کابل گفت: در این سفر توافق‌های برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان حاصل شد. منابع میگویند که طالبان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان نیوز، را در کابل بازداشت کردند. منابع روز دوشنبه 16 میزان به هزار اول تایید کردند که انصاری 2 روز پیش حین برگشت از دفتر به خانه در منطقه پل خشک از مربوطات حوزه 18 امنیتی شهر کابل بازداشت شده است. با گفته منابع، نخست طالبان از بازداشت انصاری اظهار بیخبری کرده بودند، اما پس از 2 روز به خانواده این خبر نگار گفتند که وی در بند این گروه است. هنوز دلیل بازداشت این خبرنگار مشخص نشده است. پس از تأکید یک مقام ایرانی بر سلامت اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، 2 مقام ارشد امنیتی این کشور فاش کردند که از زمان حملات اسرائیل بر بیروت تماس با او قطع شده است. روی ترس روز دوشنبه 7 اکتبر با نقل از 2 مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داده که قاآنی پس از حملات هفته گذشته اسرائیل بر بیروت ناپدید شده است. روی ترس نوشته که قاآنی پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، به لبنان سفر کرده بود. بر اساس گزارش، زمانی که هاشم صفی‌الدین، یکی از مقام‌های ارشد حزب الله، در منطقه زایحه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته بود،
قاآنی نیز در همان منطقه حضور داشت. در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، حزب الله لبنان چندین موشک بر اسرائیل پرتاب کرده است. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 7 اکتبر گزارش داد که حزب الله شهری بندری حیفا را در شمال اسرائیل هدف حملات راکتی قرار داده است. در گزارش آمده که این 30 حمله حزب الله در 24 ساعت گذشته بر اسرائیل است. حزب الله اعلام کرده که در این حمله یک پایگاه نظامی اسرائیل را هدف قرار داده است. بر بنیاد گزارش، جنگنده های حزب الله چندین موشک نوی فادی یک را به پایگاه کارمل در جنوب حیفا پرتاب کرده است. از سوی هم روزنامه تایمز اسرائیل با نقل از شفاخانه رامبان گزارش داده که در این حمله 5 تن زخمی شدند. گفتنی است که در این اواخر حملات میان حزب الله و اسرائیل بیشتر از هر زمان اوج گرفته است. از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید جهان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.